به نام خدا. قسمت 16 هم از درس دینامیک متحرک‌های دریایی رو در خدمت دوستان هستیم که میشه قسمت 37 هم از مجموعه فیلم‌های دریامانی. مربوط است به حرکت رول غیر خطی مستقل. سعی می‌کنیم که در اینجا یک مختصری در این زمینه خدمت شما توضیح بدیم. در ارتباط با حرکت رول خطی ما قبلا خدمت شما توضیحاتی داده بودیم، در این جلسه سعی می‌کنیم که توضیحاتمون رو کامل‌تر بکنیم. من بیمونم فصل 10 همین کتاب داینامیکس آف مارین ویکرز هستش. کسانی که علاقه من هستن میتونن اینجا مراجعه بکنم. من با توجه به اینکه این مبحث رول غیر خطی رو تقریبا یک یا دو جلسه بیشتر نمیتونم براش وقت بذارم، یه سری مباحث رو به صورت چکیده و مختصر و مفید خدمت شما میگم. مباحث تکمیلی رو از همین فصل 10 کتاب انشالله مطالعه میکنیم. ما سوالاتی رو در این زمینه میخوام پاسخ بدیم. به این صورت هستش که ابتدا میگیم که چرا کشتی در دریا به یک بار دچار حرکات رول سنگین و ناگهانی میشود؟ شرایط بروز رزونانس حرکت رول چیست؟ اثرات آن بر طراحی کشتی به چه صورته؟ نگاه کنید، ما قبلا خدمت شما چندین مرتبه صحبت کردیم و گفتیم که از بین حرکات سه تا حرکت اصلی که در دریامانی بررسی میشه، یعنی هیو و پیچ و رول، هیو و پیچ به اصطلاح حرکتی که با روش تحلیلی قابل ارزیابی هستش و اثرات غیر خطی بودنش هم به اصطلاح خیلی پررنگ نیستش، ولی در حرکت رول ما در تخمینش یه مقداری دچار دردسر و اشکال هستیم. یکی اینکه اثرات غیر خطیش یه مقدار محسوس هستش و عامل دیگه این هستش که برای تخمین مثلا پارامترهای مثل میرایی لذت خیلی در حرکت رول اهمیت داشت و ما در تخمین لذت باید از جریانی که داره ویسکوزیته هست استفاده کنیم، یعنی جریان پتانسیل که تا الان استفاده کردیم نمیتونیم استفاده کنیم و این خودش کار رو مشکل میکنه. شما هر جا که بخواید به صدا نیروی استکاک رو بررسی بکنید برای میرایی باید به صورت لذت داشته باشید، باید لایه مرزی داشته باشید، لایه مرزی متوجه به شکل جت متفاوت میشه و این خیلی دقت کار رو نیاز هست که بالا ببرید رو تخمین هندسه شکل. و ما شما مثلا از این روش های کانفورمال مپینگ و اینا که تخمین حدودی از شکل بدن کشتی ایجاد میکنه رو اصلا کلا نمیتونید استفاده بکنید، ضمن اینکه اصلا اساس روش جریان پتانسیل که بدون لذت هست کاربرد نخواهد داشت و کلا روش مقدار مشکل میشه. ولی کلا میخوام خدمت شما بگم که اثرات غیر خطی حرکت رول هم تا حدودی حائز اهمیت هست و باید لحاظ بشه. اگر خاطرتون باشه ما معادله خطی حرکت رول رو به این صورت گفتیم خدمتتون که آفی دبل دات به علاوه بی فی دات به علاوه سی فی برابر است با ام تی، که اینجا پارامترهای ای و بی و سی هر سه تاشون یه سری پارامترهای ثابتی بودن که اولی عامل ممانع انرژی بود که خدمت شما گفتیم، بعدی به اصطلاح ضریب ممانع میرایی بود و بعدی هم ضریب بازگرداننده یا ضریب سختی بودش که معرفی پارامتر هم طبق قبل چیزایی است که اینجا خدمت شما گفتیم قبلا و باهاش آشنا هستید. نکنید ما مواقعی که میگیم حرکت خطی یعنی که این عواملی که اینجا داریم اولندش که عدد ثابتی هستن، دومش با توان یک اینها ما سر و کار داشتیم. برای زوایای رول کوچک یعنی کوچکتر از 8 درجه معادلات خطی به اصطلاح به کار میرفت که دقت خوبی هم داشتن، یعنی ما این معادلات خطی رو که استفاده میکردیم فرضمون برای زوایای غلطش کوچک بود، یعنی برای زوایای کوچکتر از 8 درجه. البته این دقت که داریم برای حرکت رول میگیم، برای حرکت پیچ فرق میکرد. برای زوایای رول بزرگ معادلات غیر خطی به کار میرود چون معادلات خطی دقت کافی ندارند. نکنید اینجا من بخوام یه توضیحی بدم چون نکته اصلی کار رو بحث ورود به معادلات غیر خطی حرکت رول همین نکته هستش که اینجا گفتیم. نکنید موقعی که دامن حرکات زیاد میشه این ضریبی که شما برای محاسبات هیدروستاتیک داشتید، یعنی اگه برگردیم اینجا این دلتا جی ام ضرب در فی، یعنی اگر اینجا مثلا فی رو عدد مثلا فرمول زوایای کوچکش بگیم سینوس فی باشه، دلتا ضرب در جی ام ضرب در سینوس فی، یعنی جی ام ضرب در سینوس فی میشه جی زد و اینجا دلتا ضرب در جی زد ممانع بازگرداننده رو به شما میده. خاطرتون باشه نکنید اونجا اصلا در درس هیدروستاتیک که خاطرتون باشه اون فرمول جی زد برابر است با جی ام ضرب در سینوس فی رو که میگفتیم و بعد به جای فی سینوس فی میذاشتیم فی، اصلا کل اون رابطه و این فرضی که میکردیم برای زوایای غلطش کوچیک کوچکتر از 8 درجه بود، یعنی منظور از زوایای رول کوچیک کوچکتر از 8 درجه مد نظر بود. بنابراین از همونجا خاطرمون هست که ما زوایای غلطش رو برای ضریب سختی کوچک در نظر میگرفتیم، درسته؟ این اگر که شما زوایا رو مثلا بخواید تا مثلا 30 درجه بررسی بکنید اصلا خود این فرض زیر سوال میره. دومین عاملی که باعث میشه اینجا ما بهش توجه بکنیم این هستش که موقعی که مثلا دامنه نوسانات زیاد میشه اثرات لذت روی میرایی اتفاقا خیلی قابل ملاحظه میشه، یعنی اونجا هم دیگه شما یه فرض عدد ثابتی که مثل حرکات دیگه
یا مثل حالت هایی که در حالت خطی گفتیم خدمتتون، بیاد از نمودار بخونید و اینجا وارد بکنید، اینطوری دیگه نخواهد بود. اونجا خاطرتون باشه برای هر مقطعی میومدین یه ضریب میرایی تعریف میکردیم مثلا با توجه به روش مپینگ و از نمودارهاش، بعد میومدین یه انتگرال میگرفتیم به روش خطی همون سیمسون و ضریب میرایی کل کشوی به دست میآوردیم. اونجا فرض بر زوایای غلطی کوچیک بود که به اصطلاح اثرات میرایی ناشی از لزجت و ناشی از استکاک خیلی کم بود، ولی دامنه نوسانات که زیاد میشه اون اثرات هم خیلی زیاد میشه. مثلا مثل بحث‌های ورتیسیتی و این هم واردش میشه، این علاوه بر بحث‌های قبلی که داشتیم روی میرایی، و این خیلی تخمین کار رو واقعا مشکل میکنه. پس بنابراین میگیم برای زوایای رول بزرگ معادلات غیر خطی به کار میبرن، چون معادلات خطی دقت کافی ندارن. این دقت کافی رو هم رو ضریب B داریم هم رو ضریب C. اما این ضریب A چندان روش بحثی نمیشه، مربوط به بحثای جرمی هستش، مربوط به بحثای مومانینرسی و جرم هستش، و خب چه کشتی زوایای قطعی کوچیکی داشته چه بزرگی داشته باشه، ما این را از فرمول‌های مکانیک جامدات محاسبه میکردیم که بتونم گفتیم دقیقاً حل مسئله‌ش هم انجام دادید، تکمیل فازش هم انجام دادید. رو این ضریب A ما خیلی بحثی نمی‌کنیم. بحث ما در معادلات غیر خطی روی ضریب B و روی ضریب C هستش. خب ضرایب میرایی رو به چه صورت میتونیم در حالات غیر خطی در نظر بگیریم؟ به این صورت که B1 ضرب در فیداد به علاوه B2 ضرب در فیداد به توان 2 به علاوه B3 ضرب در فیداد به توان 3 همینطور تا آخر. درسته؟ در مقایسه کنیم با حالت خطی که ما به صورت B ضرب در فی آی میگرفتیم، فیداد میگرفتیم، یعنی همین حالتی که اینجا میبینیم. درسته؟ پس حالت غیر خطی رو به صورت چند جمله‌ای می‌نویسیم که با توان‌های فیداد ضرایب هم چی میشه؟ متفاوت میشه. و برای ضریب بازگرداننده، ضریب مهون بازگرداننده میگیم که به صورت C1 فی به علاوه C3 فی به توان 3 به علاوه C5 فی به توان 5 تا الی آخر می نویسیم، به گونه که ما در حالت خطی اینو به صورت C ضرب در فی می نوشتیم. در اینجا دقت بکنید که اینجا ضریب رو به صورت به اصطلاح وابسته به زمان در نظر می گیریم. از درس هیدروستاتیک دیگه به اصطلاح باش متوجه هستید. الان هم خدمت شما توضیح تکمیلی رو میگیم که به چه دلیل هستش که این رو علاوه بر اینکه به صورت چند جمله می نویسیم، در جاهایی ما این رو وابسته به زمان یا مستقل از زمان در نظر می گیریم. مثلا این رو در مورد ضریب میرایی نمی گیریم، اینو به صورت مستقل از زمان در نظر می گیریم، ولی به صورت چند جمله. اینجا هم این رو به صورت مستقل وابسته به زمان می شود در نظر گرفت، هم به صورت چند جمله. حالا دلیلش رو خدمت شما میگم. پس بنابراین اینجا ضریب B رو که به این صورت می نویسیم، ضریب F رو هم به این صورت به اصطلاح خواهیم داشت. میگیم در زوایای قطعی کوچکتر از 8 درجه مقادیر توان 2 و بالاتر بسیار کوچکتر از توان 1 خواهند شد، لذا قابل صرف نظر هستند. یعنی علت این که ما اینها رو در نظر نمی گرفتیم و در حالت خطی فقط B فیداد و C فی رو در نظر می گرفتیم، بخاطر اینه که شما مقادیر اینها رو هم جاگذاری بکنید، توانهای از 1 به بعد اینها عددهای بسیار کوچکی خواهند شد، و این خود به خود چون اینا رو شما بر حسب رادیان جاگذاری میکنید، عددش بر حسب رادیان خیلی کوچک خواهد شد و به توان هم که میرسه خیلی کوچکتر میشه، چون عددش کوچکتر از یکه، و بنابراین رنج و مرتبه این اعدادی که بعد از مرتبه اول میاد خیلی ناچیز میشه و ما هم از اینها چیکار میکنیم؟ صرف نظر میکنیم. اما در زوایای قطعی بزرگ همه مقادیر با توانهای مختلف قابل ملاحظه هستند، و از اونجا به بعد دیگه شما نمیتونید موقعی که شما از 8 درجه به بعد، یعنی زوایای بزرگتر از این رو دارید بررسی میکنید، این اعداد خیلی کوچک نمیشن موقعی که به توان میرسن. پس بنابراین اینها قابل مقایسه با عدد اول یعنی توان اول هستن و باید وجود داشته باشن. در واقع معادلات خطی حالت ساده شده ای از معادلات غیر خطی است که گفتم به چه دلیل هست. توجه، پارامتر زمان در ممان بازگرداننده دخیل است. در فرض خطی ضرایب سی خود به خود مستقل از زمان هستند که با توجه به دامنه حرکات هستش، و اینجا شما به اصطلاح در حالت خطی مستقل از زمان میگرفتید، ولی در حالت غیر خطی این رو وابسته به زمان در نظر میگیرید. میگیم برای پیشبینی حداکثر دامنه حرکت رول، بررسی غیر خطی حرکت رول بسیار مهم است، چون شما موقعی که به اصطلاح میخواهید حالتهای حدی رو در نظر بگیرید که کشتی در دریا در چه محدوده از زوایای رول دچار نوسانات میشه، اون محدوده زوایا رو که شما بخواید در نظر بگیرید در حالت تحلیلی که خدمت شما گفتم فرمولا که استفاده کردید خیلی کارایی نداره. چرا؟ چون اصلا فرض در اونجا محدوده های کوچکتر از 8 درجه بودش. پس بنابراین اگر که شما فرض رو بر این گذاشتید، دیگه مقادیر حدی حرکت رول رو از روش قبلی که خدمت شما گفتیم طبیعتا نمیتونید به دست بیارید.
میگیم در حرکات کشتی در موج زاویه رول در واقع باید متناسب با شیب موج آلفا هم در نظر گرفته شود، متناسب با آلفا هم در نظر گرفته شود، ولی در معادلات خطی برای پرهیز از پیچیدگی معادلات میرایی و مامان بازگرداننده فقط تابعی از فی در نظر گرفته میشوند. مثلا کلا ما فرضمون به اصطلاح در موج منظمی که در نظر میگرفتیم بود که شیب موج کمه، یعنی اصلا کل فرضیاتون یکی از فرضیات دیگه ای که در حالت موج خطی اگه خاطرتون باشه گفتیم، یکی از فرضیات این بودش که به اصطلاح شیب موج آلفا مقدار کمیه، درسته؟ حالا در اینجا میگیم که ما اگر که بخوایم حالت غیر خطی رو در نظر بگیریم، یکی از عوامل دیگه هم که میتونیم دخیلش بکنیم، چیزی که قبلا ازش صرف نظر کردیم و اینجا میتونیم وارد بکنیم، ضریب چی هست؟ ضریب شیب موج هستش، یعنی مقدار شیب موج هست که این شیب موج رو اگر ما اثرش رو بخوام در مامان بازگرداننده ببینیم به صورت فی منهای آلفا لحاظ میشه، یعنی شما قبلا داشتید دلتا ضرب درجه من ضرب در فی، حالا به جای فی میرسید فی منهای آلفا برابر است با صفر و معادله به این صورت جاگزاری به اصل به دست میاد. دقت بکنید که اینجا این عبارتی که اینجا در سمت راست در سمت چپ داریم با علامت منفی منتقل میشه به سمت راست با علامت مثبت، یعنی عبارت دلتا ضرب در جی ام ضرب در جی ضرب در آلفا بخش بر دلتا ضرب در کای ایکس به توان 2 اینجا ظاهر خواهد شد. مقدار دلتا جرم مجازی رو هم که معرف حضورتون دیگه هستش و مقدار آلفا رو هم برابر با آلفا پریم ضرب در سینوس امگای تی خواهیم داشت، البته با شرطی که موج سینوسی باشه که ما هم موج رو سینوسی از اول در نظر گرفتیم. یعنی اگر که بخوایم طبق فرمتی که قبل از این باش آشنا هستید بیان بکنید، میشه فی دبل دات به علاوه 2 نو ضرب در فی دات به علاوه امگا فی به توان 2 برابر است با آلفا پریم ام امگا فی به توان 2 سینوس امگایی تی. این فرمتی هستش که ناگهان ما اینجا وقتی که معادله رو تقسیم بر ضریب به اصطلاح ضریب فی دبل دات می‌کردیم، عبارت پشت فیداد هرچی بود اینو به صورت 2 نو نشونش میدادیم، یعنی عبارتی که اینجا بود. ضریب پشت به اصطلاح فی هم هر عبارتی که اینجا بود اینا هم میگفتیم که به صورت امگای فی به توان 2 خواهد بود، یعنی فرکانس طبیعی به توان 2 از هر اون چه که ضریبی که اینجا میبینید، و از همین طریق هم ما فرکانس طبیعی یه حرکت رو مثلا هیپ و پیچ و رول رو و همچنین پرید نوسان طبیعیش هم همین طریق به دست میورد. پس اینم به این صورت نوشته میشه و طرف راست معادله هم که به این صورت در میاد. این تصویری هم که اینجا میبینید همین تصویر یه هتل باج توریستی هستش که کار به اصطلاح ساخت یا در واقع تعمیرات اساسیش در مجموعه ایزویکو در بندرعباس انجام شده. حالا ما برای بیان حالت غیر خطی میگیم 4 حالت کلی رو برای بررسی معادلات رول غیر خطی میتونیم داشته باشیم. خب یکی این که به اصطلاح حالت اول که اصلا حالت خطی معادلات هست که گفتیم یه حالت خاصی از معادلات غیر خطی هست خودش، یعنی همه حرکت خطی یه حالت خاصی از این حالت غیر خطی میشه که درش بی 2 و سی 3 و سی 5 برابر با 0 در نظر گرفته، همین که حالت توانهای بالاتر مطالعه این وسط نمونه نوشته. حالت دوم چی هست؟ میرایی خطی باشه، یعنی ما فقط یه بی 1 داشته باشیم، بی 2 برابر با 0 باشه و مامان بازگرداننده غیر خطی باشه ولی ثابت یا مستقل از زمان باشه، یعنی سی 1 و سی 3 و سی 5 رو داریم ولی اینا به صورت تابعی از زمان به صورت سی تی نوشته نمیشه، به صورت مثلا سی خالی نوشته میشه به صورتی که بتونه برای شما این رو بگه که به صورت تابعی از زمان نیستش، چون شما تابعی از زمان در نظر بگیرید بعدا اگه بخواد مثلا انتگرال بگیرید از این خود معادله مثلا تابع حرکت رول اونجا انتگرال گیریش بازی مقدار دشوارتر میشه چون تابع از زمان هم هستش. و حالت سوم به چه صورت خواهد بود؟ حالت سوم حالت میرایی غیر خطی هستش و مامان بازگرداننده خطی. مامان بازگرداننده خطی به اصطلاح اگر که بخوام بنده نظر قرار بگیم فقط مقدار به اصطلاح 31 میمونه و 33 و 35 برابر با 0 خواهد شد و مقادیر میرایی برای ما عبارت ویدو هم وجود خواهد داشت. حالت چهارم به چه صورت میشه؟ حالت چهارم به صورت میشه که میرایی خطی باشه، یعنی ما فقط یه ضریب بی داریم یا همون بی یک و عدد ویدو برابر با صفر خواهد شد. مامان بازگرداننده خطی باشه، یعنی ولی تابع از زمان باشه، یعنی سی سه و سی پنج برابر با صفرن ولی سی یک رو به صورت سی تی می‌نویسیم، یعنی تابعی از زمان این رو در نظر می‌گیریم. این 4 تا حالت کلی هستش که ما باید مثلا در نظر بگیریم برای حالت‌های رول غیر خطی. حالت اول رو که قبلا در جلسات
اولیه‌ای که این درس خدمت شما دادیم ارائه کردیم، معادلاتش هم انجام دادید و بررسی کردید و تکمیل پروژهش هم انجام دادید. سعی می‌کنیم این سه تا حالت دیگه که اینجا میمونه رو خدمت شما یک معرفی مختصری داشته باشیم. در ابتدا میگیم میرایی خطی با ممان بازگرداننده غیر خطی، ولی ثابت یا مستقل از زمان که توضیحشو دادم. این تصویرم که اینجا میبینید دومی کشتی کانتینری هستش که با ظرفیت 2200 کانتینر که در مجموعه کشتی‌سازی بندرعباس ساخته شد با نام ایران شهر کرد، که مشخص کاملتری از این رو باز از اینترنت میتونید در صورتی علاقمند باشید بگیرید. اما برسیم به این حالت. این حالت رو موقعی که داریم تعریف میکنیم که حرکت به اصطلاح مقادیر میراییش خطی باشه، این ما فقط یه ضریب بی خواهیم داشت. موقعی که میگیم که اینجا ممان بازگردانندش غیر خطی باشه ولی مستقل از زمان، یعنی اینجا عبارت بازگرداننده به صورت C1 به علاوه C3 به توان 3 خواهد بود. یعنی این عبارتی که شما قبلا اینجا به اصطلاح می نوشتی به این صورت بودش که شما این رو به صورت ضریبی از فی می‌خواستید بنویسید و این ضریب اینجا رو به چه صورت می نوشتید؟ می نوشتید دلتا ضرب در جی ام ضرب در فی، درسته؟ که اونجا برای زوایای قطعش کوچیک جی ام ضرب در فی در نظر می گرفت، ولی اینجا خب اون عبارت رو نمیتونید جی ام ضرب در فی رو در نظر بگیرید برای حالت به اصطلاح قطعش بزرگ، پس بنابراین خود مقدار جی زد رو فعلا اینجا وارد میکنید، ولی میگید که ما این دلتای ضرب در جی زد یعنی بازوی بازگرداننده ضرب در ممان بازگرداننده رو ضرب در دیسپلیسمنت رو که به شما ممان بازگرداننده رو میده به صورت C1 فی به علاوه C3 فی به توان 3 مینویسید. یعنی اون بحث چند جمله رو که مینویسید دو تا جمله اولش رو که به اصطلاح مقادیر بزرگتری هستن رو میاد در نظر میگیرید. این رو در عبارت بالا جاگذاری میکنید، ولی در حل معادلات همیشه خاطرتون هستش که ما به اصطلاح معادلات رو به گونه می‌نوشیم که ضریب فی دبل دات یا کلاً حالا هر حرکت دیگه‌ای هم که بود، حالا رول بود یا پیچ بود یا هیو بود، ضریب شتاب رو 1 در می آوردیم. عبارت‌ها رو تقسیم بر ضریب شتاب می‌کردیم که اینجا ضریب 1 داشته باشیم، میشه فی دبل دات به علاوه بپریم فی دات به علاوه سپریم 1 فی به علاوه سپریم 3 فی به توان 3 برابر است با ام صفر بدیم کوسینوس امگایی تی. یعنی شما اینجا موقعی که مقدار خود جی زد رو میایید لحاظ می‌کنید به این صورت چند جمله‌ای، یعنی برای زوایای غلطش بزرگتر هم میتونید اینو در نظر بگیرید که اینجا شما به اصطلاح برای زوایای غلطش بزرگم که باشه، اگر که درس هیدروستاتیک مد نظرتون باشه، اونجا دیگه فرقی نمیکرد که سطح آبخور به اصطلاح زیاد بشه کم بشه خیسی عرشه اتفاق بیفته نیفته، شما در زوایای غلطش بزرگ معیاری که در نظر میگرفتید مقدار خود جیزه بود، یعنی در واقع راستای مرکز صفر و راستای مرکز بویانسی رو مد نظرتون قرار میدادیم و دیگه براتون فرقی نمیکرد که مقدار ام ثابت باشه یا متغیر باشه، چون دیگه حضور ذهن دارید که در زوایای قطعش بزرگ خود نقطه ام هم دیگه نقطه ثابتی نبود، خود نقطه ام هم روی مسیر منحنی حرکت میکرد، پس بنابراین شما دیگه اون حالت مثلث قائم الزاویه که در نظر میگرفتید رو در برای زوایای قطعش کوچیک برای زوایای قطعش بزرگتر دیگه نمیتونستید مد نظر قرار بدید. حالا در کل میاد این رو به صورت یه دو جمله‌ای که مینویسه ضرائب C1 و C3 رو میگه چجوری ما مشخص میکنیم، یا مثلا C2 رو دو تا ضریبی که حالا اینجا هستن، میگیم ضرائب C1 و C2 از دو شرط مرزی به دست میاد، یعنی 1 در زوایای غلطش کوچک، 2 در زوایای پایان پایداری. که ما در زوایای غلطش کوچک به چه صورت به شرطمون میگیم که GZ رو به صورت GM ضرب در فی در نظر میگیریم، یعنی اگه GM اولیه ارتفاع متستانداری اولیه کشتی ما یه عدد مشخصی هست، اینو ضرب در فی میکنه میشه مقدار خود جی زد، این میشه شرط اوله. از شرط دومی که خواهیم داشت در زاویه پایان پایداری، یعنی در نقطه ای که اینجا پایداری از منحنی جی زد باشه، این نقطه ای که دوباره میاد منحنی رو قطع میکنه و جی زد دوباره صفر میشه، اینو بشیم پایان پایداری. در زاویه پایان پایداری طبق تعریف چی هست؟ مقدار جی زد برابر با صفر هست، یا طبق مثالی هم که حل شده خدمت شما خواهیم گفت. با این دو تا شرطی که اینجا داریم، این دو تا ضریبی که اینجا موجود هست به راحتی محاسبه خواهد شد. قبل از اینکه به ادامه مباحث بپردازیم، اینجا با خدمت شما یک یادآوری از قبل بکنم که ما اینجا نسبت دامنه نوسانات به دامنه موج رو اینجا خدمت شما میگفتیم در محور عمودی و محور افقی هم به اصطلاح فرکانس بودش که به اصطلاح با توجه به هر حرکتی که مد نظر بود فرکانس برخورد رو شما لحاظ میکردید. در یک فرکانسی بودش که در این فرکانس اگر دقت بکنید طبق نموداری که اینجا هست، همه مقادیر پاسخی که ما داشتیم در لزجت در به قول معروف در ضریب دمپینگ ها و ضریب میرایی های مختلف که اینجا کاپا
ظریف میرایی بی بود بود اگه خاطرتون باشه، لحاظ کننده نقش میرایی بود. در ظریف میرایی صفر اگر بودش که مثلا به بی‌نهایت میرفت دامن پاسخ ما، که این حالت خب واقعی نیستش، یک بالاخره یک مقدار از میرایی وجود داره. با توجه به مقادیر میرایی ما در پیک نمودارها تقریبا بودیم یا نزدیک به پیک بودیم، که حالا پیک اینجا به سمت چپ جابجا شد. حالا نگاه این خط قرمز رنگی که اینجا من کشیدم، این فرکانسی که اینجا به شما میداد، این همون فرکانس به قول معروف طبیعی شناور بودش که به صورت رزونانس اتفاق میافتاد و شما در پیک مقادیر بودید. این فرکانس طبیعی رو مثلا چه برای حرکت هیپ بود، حالا اینجا رو برای حرکت هیپ نشون داده شده، برای حرکت زد چه پیچ بود چه رول بود، اینجا فرمول کلی که داشتیم رادیکال سی بخش بر آ بود. یعنی اینجا سی ضریب به اصطلاح خود دامنه بود، آ ضریب مشتق بودش، درسته؟ مثل اینجا که الان تعریف کردیم، یا مثل این حالت قبلی که اینجا داشتیم. یه لحظه من برگردم عقب‌تر. نکنید در اینجا ما رادیکال سی بخش بر ای، یعنی فرکانس طبیعی برابر بود با سی بخش بر ای، میشد اومگا مثلا فی یا اومگا صفر به توان دو. اگر خود اومگا رو بخوام در نظر بگیریم میشه رادیکال سی بخش بر ای، که گفتم هر جا که معادلات باشه ضریب فیدات رو به صورت یک در میارن ضریبش رو، یعنی کل معادله رو تقسیم بر ضریب آ میکنن. اینجا ضریبش سی بخش بر آ در میاد، که گفتم ضریب فی یا ضریب زد یا ضریب تتا با توجه به اینکه کدوم حرکت رو بررسی میکنید، این ضریب هر چقدر هر چی بود میگفتیم به اصطلاح امگا صفر یا امگا فی یا امگا زد یا امگا تتا به توان دو خواهد، درسته؟ پس بنابراین این هم مفهومی هستش که الان روی نمودار ما داریم. یعنی الان اینجا شما میبینید که این نقطه رو با رادیکال سی بخش بر ای نشون داده. حالا در ادامه میبینید که این عبارت سی بخش بر آ رو یا سی یک بخش بر آ رو به صورت سی پریم نشون داده، و جایی که اینجا رو این عبارت رو در محل مثلا فرکانس طبیعی رو داره با مثلا سی پریم نشون میده یا میگه به صورت رادیکال سی بخش بر آ، این همون فرمولای قبلمون هست و چیز جدیدی نیستش. این رو باید یه یادآوری گفتم بکنم که در مرحله بعدی راحت‌تر باشه کارمون. میگیم اثر مامانهای بازگرداننده غیر خطی این است که پریود طبیعی دو بی بخش بر امگای فی برخلاف معادلات خطی دیگر ثابت نیست و با زاویه رول تغییر میکند. نکنید این یعنی چی؟ من باز برگردم به این نمودار قبلی. نکنید ما در اینجا چی میگفتیم؟ در حالت خطی میگفتیم نکنید این محور افقی فرکانس برخورده، با توجه به سرعت فرکانس خود موج و زاویه برخورد مقدار فرکانس برخورد تغییر میکرد. ولی میگفتیم قبلا خدمت شما که مقدار فرکانس طبیعی برای هر کشتی یه عدد ثابته. چرا؟ چون اینجا ضریب A که مامان اینرسی بود یا خود جرم بود، خب تو کشتی که داره دریا حرکت میکنه جرمش که تغییر نمیکنه که، ثابته دیگه. پس بنابراین A ثابت بود و الان هم هست. عامل دیگه ضریب C بود. ضریب C هم با توجه به مشخصات پایداری عدد ثابتی به دست میومد، با توجه به مقدار GM مقدار متاسنتر عدد ثابتی به دست میومد. پس بنابراین C و A چون هر دوتا عدد ثابتی بودن، پس بنابراین فرکانس طبیعی یا پریود طبیعی که عدد ثابت بود و ما اینو به دست می آورد، درست شد تا اینجا. اما در اینجا دقت بکنیم که میگیم برای حالتی که شما دارید مثل شرایط غیر خطی رو در نظر میگیرید، اینجا عاملی که باعث میشه این دیگه عدد ثابتی نباشه چی هست؟ A که گفتیم همیشه ثابته، چه حالت خطی چه غیر خطی A ثابته، مشخصات جرم و اینرسی ثابته. اینجا C گفتیم که مثلا عدد متغیری خواهد بود، پس بنابراین اگه این تغییر بکنه دیگه ما به اصطلاح اون فرکانس طبیعی که قبلا میگفتیم یک عدد ثابته، یعنی شما در هر شرایطی یک عدد ثابتی مد نظرتون بود، اینجا دیگه اون عدد ثابتی نیستش. به چه صورت تفسیر میکنیم؟ میگیم اگه که ما به صورت تیپریم فی به تی افی در نظر بگیریم، یعنی این تی افی پریود نوسانات طبیعی حرکت رول هست در حالت خطی، صورتش هم به صورت پریود نوسانات طبیعی هست در حالت غیر خطی. محور افقی ما هم نسبت دامنه نوسانات هست به ماکسیموم دامنه نوسانات، یعنی اینجا مقدار فی در هر لحظه بخش بر فی آ یا فی ماکسیموم دامنه حرکت به صلاح رول هستش، که تا حد اکثر مقدارش میرسه به یک، یعنی مقدار 100% میشه. نکنید شما در شرایط مختلفی که بررسی میکنید این مقادیر تی پریم فی به تی فی تغییر خواهد کرد، یعنی این هم مفهومی خواهد بود که پریود طبیعی دیگه عدد ثابتی نخواهد بود. همینطور که دارید میبینید دامنه نوسان که تغییر میکنه، مقدار پریود نوسانات طبیعی تغییر خواهد کرد.
چرا؟ چون اینجا مقدار C دیگه ثابت نخواهد بود و تغییر میکنه، هرچند که مقدار A همچنان ثابت هست. اما ما دامنه مومان تحریک حرکت رول یعنی امپریم صفر رو، ارتباطش رو با دامنه حرکت رول یعنی مقدار A یا فی A قبلا نشون میدادیم یا مقدار A و همچنین فرکانس برخورد امگای E میتونیم به این صورت در اینجا رابطهش رو نشون بدیم، که در اینجا عبارت اولی که اینجا موجود هست و به صورت S به توان 2 امگای E و A نشون میده، این تابعی از امگای E فرکانس برخورد و مقدار دامنه حرکت رول که اینجا تعریفش رو هم داره نوشته، یعنی همین عبارت داخل پرانتز که به توان 2 رسیده، مقدار سیپریم 1 و سیپریم 3 هم که اینجا میبینید همون عددیه که گفتم، مقدار C1 بخش بر A و مقدار C3 بخش بر A، که شما با توجه به اینکه حالت مومان‌های بازگرداننده رو غیر خطی گرفته عبارت C1 و C3 ظاهر شده و بعد تقسیم بر ضریب مشتق کرده عبارت A در مخرج مشاهده شده. این عبارت رو ما به این صورت خواهیم داشت یا میتونیم به این صورت دوم بازنویسیش رو انجام بدیم. خب ناگهان ما این معادله رو الان میتونیم به اصطلاح بر حسب مقدار A و M و تغییرات در امگا ای های مختلف بیانیم چیکار کنیم؟ ترسیم بکنیم. یعنی شما مقادیر پاسخ رو، مقدار A رو میتونید بر حسب امگا ای تغییر بکنید و درش برای مقادیر متفاوت مومان تحریک در نظر بگیرید. یعنی مثلا یه حالت فرض میکنید که مقدار مومان تحریک M یه عدد ثابتیه و چی رو بر حسب چی مینویسید؟ میگید مقدار A رو بر حسب امگا ای من به دست میارم. چون اینجا رابطه ای S هم که اینجا داشتیم ببینید اینجا پارامتری که داریم این مقدار معلومه، این مقدار معلومه، مقدار A اینجا مجهوله دیگه. یعنی ما مقدار A رو میتونیم بنویسیم بر حسب امگاهای مختلف در هر حالت برای یک امپریم ثابت، درسته؟ یعنی فرض میکنیم یه مومان تحریک دامنه مومان تحریک ثابته، بعد رفتار سیستم رو بیایم بررسی بکنیم که حالا در نمودار بعدی من توضیح خدمت شما خواهم داد. اما در همین نمودار، همین فرمولی که قبل از این گفتیم، میگیم وقتی که سپریم 3 برابر با 0 باشد هم معادله نوسانات اجباری به دست میاد. یعنی این عبارتی که اینجا داشتیم رو یا این عبارتی که این بالا هست رو الان من اینجا نوشتم، شما در نظر بگیرید که مقدار سپریم 3 برابر با 0 باشه، این عبارت خیلی ساده میشه، به اصطلاح میشه همون عبارتی که ما در جلسات اول خدمت شما گفتیم برای حرکت رول. پس این از این. اما این حالت کلی رو که الان اینجا داریم، حالا بدون این فرضیه که داریم به صورت ضریب بازگرداننده غیر خطی داشته باشیم، یکی از این سه تا نمودار به دست خواهد اومد. دقت بکنید در اینجا حالت اول و حالت طبیعی که داریم که در چند تا اپیزود قبلا گفتم، این همچین نموداری رو به دست میاد. اگر ما سیپریم 3 برابر با 0 باشه، یعنی همین حالتی که الان توضیح دادم، میشه همون حالت دامنه، به اصطلاح معادله دامنه نوسانات اجباری، یعنی همین نموداری که اینجا داشتیم، یا در واقع شبیه همین نموداری که اینجا توضیح شد دادم خدمتتون و جلسات قبل باش آشنا هستیم. خب حالا میگیم که مقادیر دیگه چرا تغییر میکنه؟ خب اگه قرار باشه غیر خطی باشه به این صورت میشه که مقدار سیپریم غیر 0، سیپریم 3 غیر 0. اگر که سیپریم 3 برای بزرگتر از 0 باشد، اینجا منحنی های پاسخی که ما اینجا داشتیم، یعنی دامنه پاسخ بر حسب فرکانس طبیعی، اینجا فرکانس برخورد از میخوام، اینجا دیگه به صورت به اصطلاح مجانبی نخواهد بود، خودش متمایل میشه به سمت چپ یا به سمت راست. اگه سیپریم 3 بزرگتر از 0 باشه، رأس های این نمودار متمایل میشه به سمت راست. اگر که سیپریم 3 کوچکتر از 0 باشه، رؤوس این منحنی ها متمایل میشه به سمت چپ. درسته؟ یعنی اینجا سه حالت مختلفی که اینجا میشه تعریف کرد رو بر حسب سیپریم 3 اومده برای شما تشریح کرده، با توجه به اینکه شما اینجا مقدار سیپریم رو 0 بگذارید یا مثبت بذارید یا منفی بذارید، یکی از این سه تا حالت به وجود خواهد اومد. خب پس بنابراین مقدار سیپریم 3 اگه برابر با 0 باشه، همون نمودار پاسخ حرکت رول اجباری هستش که برای حالت خطی مد نظرمون بود. اینجا عبارت فرکانس طبیعی به دست میاد که میبینید فرکانس طبیعی یک عدد ثابته، میبینید برابر با چی نشون داده؟ رادیکال سیپریم، یعنی همون رادیکال سی بخش بر ای که قبل از این براتون توضیح دادم. در این حالت نمودارها به صورت مجانب عمودی هستن، یعنی به صورت مجانب در نظر بگیرید بالا، برای همه اینها موقعی که تقریبا قله نمودار رو در نظر میگیرید هول و هوش همه عدد در میاد، یعنی عددی عدد ثابتیه برای همه مقادیر مختلفی از مومان تحریک،
یعنی شما ممانع تحریک ها رو مقدار ام رو اینجا گفتم خدمتتون که مقدار ام رو برای هر نموداری یک مقداری فرض میگیره و با توجه به اون میاد اینا رو چیکار میکنه، ترسیم میکنه. الان اینجا به این صورت خواهد بود که برای مقادیر مختلفش اومده اینها رو به این صورت ترسیم کرده و شما اینجا ملاحظه میکنید اینجا مقدار دامنه هستش برای مقادیری که آب بزرگتر از صفر باشه میشه سمت چپ این نمودار، اگه مقادیر کوچکتر از صفر باشه میشه سمت راست این نمودار. پس مثلا این هم حالت قبلی هستش که باهاش آشنا هستید. اما این حالت به چه صورت میشه؟ اگر که صفریم صفر کوچکتر از صفر باشه نمودار متمایل میشه به سمت چپ و شما اینجا میبینید که دیگه فرکانس به اصطلاح برخورد ما، عذر میخوام، فرکانس طبیعی ما یا پریود نوسان طبیعی ما یک عدد ثابت دیگر نخواهد بود. اینجا دیگه خط صاف نیست مثل اینکه اومده باشه بالا، در اینجا خودش متمایل شده الان مثلا به سمت چپ و در اینجا شما برای امپیدین برابر با صفر که در نظر بگیرید رأس اینها مقادیر مختلفی از فرکانس طبیعی رو برای شما نشون میده. اما شما اینجا در نظر بگیرید بیت پایین یه مقدار فرکانس هست، از اینجا بیت پایین یه مقدار هست، از اینجا بیت پایین یه مقدار هست برای مقادیر به اصطلاح امپیدین صفر برابر با صفر. خب در اینجا هم شما در نظر بگیرید که به اصطلاح اگر که خود نمودار پاسخ رو بخواید ترسیم بکنید برای امپیدین صفر 1، امپیدین صفر 2، امپیدین صفر 3 برای مقادیر مختلف از دامنه ممانع تحریک شما هر یک از این نمودارها رو میتونید چیکار کنید؟ میتونید داشته باشید. و اما اگر صفریم صفر مقدار بزرگتر از صفر باشه، نگاه کنید اینجا گفتیم اگر صفریم صفر کوچکتر از صفر باشه، اینجا اگر بزرگتر از صفر باشه، باز اینجا مقدارشون مقدار اولیه‌شون رادیکال صفریم خواهد بود که در اینجا این عدد ثابت نمیمونه. باز نگاه کنید الان مقادیر رأس نمودارها برخلاف این چیزی که اینجا بود همش مجانب میشد به صورت عمودی میرفت بالا، این الان به صورت به اصطلاح متمایل به سمت راست در اومده و شما اینجا میتونید در مقدار امپیدین برابر با صفر مقادیر فرکانس طبیعی رو از اینجا بخونید که میبینید این خط پررنگ که اینجا نشون داده شده مقادیرش متفاوت خواهد بود و ثابت نیستش و هر یک از این نمودارها رو برای ممانع تحریک‌های مختلف میاد و چیکار میکنه، ترسیم میکنه. محور عمودی ما دامنه حرکت رول هست، محور افقیمون باز همون فرکانس برخورد خواهد بود. که یک بار دیگه اینجا تاکید میکنم که مقادیر فرکانس طبیعی به ازای ممانع تحریک صفر یعنی نوسان آزاد به دست می آید که در ازای صفریم برابر با صفر، صفریم سه برابر با صفر هستش که نمودار یک عدد ثابت، یک فرکانس ثابت هست. یعنی اینجا همین عبارت مجانب، نمودار مجانبی بود که خدمت شما نشون دادیم. ولی در حالتی که صفریم سه بزرگتر از صفر یا کوچکتر از صفر باشه فرکانس طبیعی ثابت نیست و یک مسیر منحنی رو به سمت چپ یا راست طی میکنه که میشه این دو تا نموداری که قبل از این خدمت شما نشون دادیم. پس بنابراین نگاه کنید موقعی که شما دارید از حالت رول غیر خطی صحبت میکنید اصلا بیس و اساس کارتون متغیر میشه. چرا؟ چون شما هر چیزی که قبلا خدمت شما توضیح میدادیم با چی مقایسه میکردید، یعنی فرکانس ها رو یا محور افقی رو بعضی ما به صورت لاندا نسبت فرکانسی میدیدیم، میگفتید مثلا امگا ای بخش بر امگا صفر که امگا صفر اونجا مثلا فرکانس طبیعی بود یا هم امگا فی که اونجا داریم ازش صحبت میکنیم. خب اینجا داره میگه که خود اون مقدار امگا فی که قبل از این ثابت بود خودش هم داره یک مسیر منحنی رو داره طی میکنه. یعنی شما پیک نمودارها رو الان اینجا بخواید ببینید، پیک نمودارها رو هم در نظر بگیرید مشخص که عدد ثابتی نیستش چون مجانبی نیستش و خودش متمایل به سمت چپ یا به سمت راست هستش. این میشه رفتاری که ما از نمودار پاسخ حرکت رول در فرکانس های مختلف انتظار داریم که اتفاق بیفته. حالا اینجا سمت چپ و راست نمودار به چه معنی خواهد بود؟ میگیم سمت راست منحنی فرکانس طبیعی مربوط به فرکانس های بیش از فرکانس طبیعی است که مقدار آ مقدار منفی هست. مقدار آ مقدار منفی هست یعنی چی؟ یعنی حرکت همفاز با ممان خارجی، حرکت همفاز با ممان خارجی است. اگر که در فاز مخالف باشه یعنی در فاز 180 درجه در مقابلش باشه میشه آ داره مقدار مثبت هستش و در واقع این سمت چپ منحنی یعنی مقادیر فرکانسی ما از فرکانس‌های طبیعی کوچکتر هست. که الان اینجا مقادیر این خط پررنگ رو ببینید این میشه مقادیر فرکانس طبیعیمون، در این ناحیه مقادیر بزرگتر از فرکانس طبیعی، در این نواحی کوچکتر از فرکانس طبیعی، در یک جا هم فاز با ممان خارجی و در یک جا هم در فاز مخالف هستش که معنی مثبت یا منفی بودن به اصطلاح مقدار آ رو هم به شما نشون میده. پس بنابراین در اینجا شما کلا با مفاهیم این نموداری که نمودار دامنه پاسخ حرکت رول غیر خطی هستش بر حسب فرکانس برخورد دیگه آشنا شدید و با مؤلفه‌هایی که ازش صحبت می‌کنیم روی نمودار تشریح کردیم و
توضیح دادیم. اما این رو که الان داریم حالت غیر خطی رو بگیم، دنبال چی هستیم؟ یعنی به چه منظور داریم کارو میکنیم؟ میخوایم پیدا کنیم و تفسیر کنیم علت تغییرات ناگهانی حرکت رود که حالا منظور رود غیر خطی است به چه صورته. یعنی اینجا در حالت طبیعی بعضی شرایطی پیش میاد که حرکت رود رو میبینید یک بار دامنه نوساناتش کم و زیاد میشه. این علت کم و زیاد شدن شما باید در حرکت رول غیر خطی علتش رو جستجو کنید. تو چون در حالت حرکت رول خطی اگر باشه حرکات به اصطلاح به صورت جهشی نیستن، به صورت نوسانات آرام هستن و شما علت تغییرات ناگهانی رو نمیدونید. ولی اینجا الان طبق این نمودار خیلی راحت میتونیم این بحث رو توضیح بدیم خدمت شما. یک حالت رو در نظر بگیرید. فرض بکنید که در اینجا سیپریم 3 بزرگتر از 0، یعنی یک نمودار به این صورت داریم که قله‌های نمودار به سمت راست جابجا شده. الان فرکانس داره افزایش پیدا میکنه، از سمت چپ داریم حرکت میکنیم به سمت راست. در این شرایط نگاه کنید، اینجا این مسیر رو طی میکنیم، ما که فرکانس کمتر داریم میریم به فرکانس بیشتر، از نقطه 4 میریم، از نقطه 5 میریم به نقطه 4، میریم به نقطه 6، از اینجا میخواد بره به فرکانس بعدی. فرکانس بعدی کجاست؟ فرکانس بعدی اینجاست، درسته؟ یعنی یک بار دامنه نوسانی که شما محور عمودی رو قطع بدید در این نواحی میشه، یک بار افت پیدا میکنه میاد در این ناحیه و اینجا شما یه همچین دامنه‌ای رو خواهید داشت. یعنی از دامنه زیاد یک بار شما موقعی که فرکانس رو زیاد میکنید، یک بار میاد میرسه به مقادیر به اصطلاح کوچکتر، خیلی کوچکتری از دامنه حرکت رول. یعنی اینجا یک جهش خواهید داشت، این جهش البته به صورت کاهشی هستش. حالا فرض بکنید که در جهت به اصطلاح ما کاهش فرکانس باشیم، یعنی در اینجا ابتدا مقادیر فرکانس برخورد زیاد هست، داریم به سمت چپ حرکت میکنیم. الان اینجا فرض کنید در نقطه 1 هستیم، در نقطه 1 الان فرکانس کم میشه میاد به نقطه 2، کم میشه میاد به نقطه 3. بعد که میخواد کم بشه به چه صورت رفتار میکنه؟ نزدیکترین مقدار فرکانسی که بعد از این هست نمودارش اینجا میشه. یعنی یک بار دامنه نوسانات از این حد دیگه محور عمودی رو قطع بدید، از این ناحیه به یک بار میاد میرسه به نقطه 4، میاد در دامنه بالاتر. یعنی یک جهش در دامنه حرکت رول اتفاق میفته، میاد به نقطه 4 و از اینجا که اتفاق میفته دوباره این مسیر رو میبینید که دوباره روی این نمودار حرکت میکنه میاد پایین‌تر. درسته؟ یعنی دوباره این دامنه‌ای که جهش پیدا کرده بود از 3 اومده بود به 4، دوباره کم میشه و میاد پایین. درسته؟ پس یکی دو تا نتیجه میگیریم. یکی این که علت جهش مثبت یا منفی در دامنه حرکات رول رو بهش رسیدیم. موقعی که شما فرکانس برخوردتو داری زیاد میکنی، یعنی از چپ داری حرکت میکنی به سمت راست، یعنی از نقطه 5 داری میرسی به نقطه 6، بعدش یه باره میای بری سمت نقطه 1، این افت دامنه نوسانات رو خواهید داشت. اگر که فرکانس کاهشی باشه، یعنی از نقطه 1 حرکت میکنی، یعنی از سمت راست داری میری به سمت چپ، نقطه 1 میاد به 2، میاد به 3، میاد به 4، یه باره کم میشه و میاد به سمت نقطه 5 و این انتهایی نمیده. درسته؟ یعنی الان شما علت به سه جهش رو میدونید و عامل دوم هم که باید بدونید هستش که رفتار در جهت افزایشی فرکانس یا کاهشی فرکانس یکسان نیست. درست شد؟ دیدید که الان ما که از چپ به راست حرکت کردید این رفتار رو داشت، از راست به چپ حرکت کردید این رفتار رو داشت، که اینجا شما میتونه معادل این باشه. اگه بخوام تفسیرش رو بگیم، مثلا اینجا فرکانس طبیعی داریم که فرکانس طبیعی در حالت رول غیر خطی اون تعریفش متفاوته، ولی فعلا الان چون اینو نگفتیم کمک بگیریم از مفهوم فرکانس طبیعی که در حالت خطی خدمت شما قبل از این در ابتدای بحثمون تعریف کردیم، بود امگا منهای امگا به توان 2 بخش بر جی یو کوسینوس میو. فرض بکنیم که مثلا همه پارامترها مقدار امگا و مقدار کوسینوس میو ثابت هست، شناور داره با تغییر سرعت داره فرکانسش رو چیکار میکنه؟ تغییر میده. درسته؟ اگر که شما در اینجا این پارامتر ثابت باشه، فقط یو رو دارید تغییر میدید، در نظر بگیرید که منحنی مامان تحریکمون ثابت، یعنی الان دقت بکنید اینجا چند تا نمودار که داریم، هر کدوم از اینا برای یک ام صفر خاصی داره ترسیم میشه دیگه، قبلا توضیحشو دادم. اما فرض بکنید که برای یک ام صفر ام پریم صفر مشخصی رو داریم، این یه دونه از این نمودارا میشه. درسته؟ پس بنابراین دامنه فرض بکنید موج ما تغییر نمیکنه، چون ممان تحریکمون که موج باشه ثابته. چی داره تغییر میکنه؟ فرکانس هم ثابته، یو رو فرض کنید داریم تغییر میدیم. در اینجا فرض کنید که کشتی ابتدا سرعتش زیاده، داره سرعت رو کم میکنه. کاهش سرعت در این نمودار چون اینجا یه منفی داریم، موقعی که سرعت اول زیاده به مرور کم میشه،
یعنی فرکانس اول کمه بعدا داره زیاد میشه، یعنی از این سمت نمودار داریم حرکت میکنیم به این سمت در حالت چی؟ کاهش سرعت. درسته؟ سرعت زیاده داریم کمش میکنیم، یعنی الان نمودار اینجا هست، همینطور که شما سرعت رو کم میکنید میرسه به میاد به نقطه 4 یک باره، میرسه به نقطه 4 به نقطه 6 بعد یک باره افت دامنه دارید به سمت نقطه 1. این کاهش اثرات کاهش سرعت هست. شما یک باره با کاهش سرعت یک باره دامنه نوساناتتون کم میشه. درسته؟ اما افزایش سرعت شما در این نقطه نگاه کنید، در فرکانس طبیعی در فرکانس برخورد اینجا سرعت هست، سرعت اول کمه بعد زیاد میشه. موقعی که سرعت اول کمه بعدن زیاد میشه، یعنی عبارت منفی ما بزرگتر میشه، یعنی فرکانس برخورد همینطور چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. یعنی شما موقعی که دارید افزایش سرعت میدید، یعنی فرکانس از فرکانس های زیاد همینطور داره کمتر میشه کمتر میشه کمتر میشه تا بره نزدیک به صفر برسه. دامنه حرکات رول چگونه تغییر میکنه؟ نون شما نقطه 1 هستید، با سرعت زیاد میشه دامنه نوسانات زیاد میشه، محور عمودی مقدار آ هست زیاد میشه، همینطوری میره بالا میره بالا یا میرسه به نقطه 4. موقعی که سرعت از یه حدی افزایش پیدا کرد دیگه باز دوباره با شیب ملایم این سرعت شما کم مثلا دامنه نوسانات شما کمتر میشه. یعنی با افزایش سرعت شما در این نقطه، در این فرکانسی که از نقطه 3 به نقطه 4 منتقل میشید، یک بار افزایش دامنه نوسانات دارید. ممکنه شما برای شما سوال باشه کشتی که با همون دامنه موج، با همون ارتفاع موج، با همون جهت برخورد میون داشته حرکت میکرد، چرا یک بار یهو دامنه نوساناتش مثلا از هولوحش فرض بکنید 6 7 درجه یهو رسید به 15 20 درجه؟ علتش اینجا هستش که شما الان اینجا دارید میبینید که البته موقع که سرعت افزایش پیدا میکنه، فرکانس داره کم میشه، دوباره دامنه نوسانات کمتر میشه همینطور که آخر. خب کشتی بالاخره در یک سرعت خاصی و در یک جهت برخورد خاصی و در یک فرکانس موج مشخص داره حرکت میکنه، در آخرش محدوده دامنه نوسانات در یک نقطه‌ای حالا هر جا که هست ثابت میشه دیگه. شما باید سعی بکنید که موقعی که کشتی داره در حالت طبیعی حرکت میکنه در قله نمودارها نباشید، یا اگه در جهت کاهش فرکانس هستید در نقطه 4 نباشید. درسته که به اصطلاح در محدوده دامنه حرکت رولتون زیاد میشه. خب این از حالتی که سپریم 3 بزرگتر از 0 هستش. اما حالتی که سپریم 3 کوچکتر از 0 هستش، باز عکس این حالت رو تو دامنه ها دارید. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی شما دقت بکنید اگر که سر نمودار بچرخه به سمت چپ، یعنی سپریم 3 کوچکتر از 0 باشه، نمودار رو به این صورت داشته باشید، تغییرات فرکانسی رو به این صورت خواهید داشت. مثلا فرض کنید از فرکانس کم دارید میرید به فرکانس زیاد. الان در اینجا از نقطه 5 میاد حرکت میکنید به نقطه 6، از نقطه به اصطلاح 6 میرید به نقطه 2، بعدش کاهش پیدا میکنه به سمت نقطه 1. خب این از این. حالا اگر که از فرکانس زیاد میخواد برید به فرکانس کم، یعنی دارید سرعت کم به سرعت زیاد میرید، مثل این حالتی که اینجا هست، چه اتفاقی میفته؟ از نقطه 1 شما سرعت افزایش پیدا میکنه، فرکانس کم میشه، میاد بالاتر میاد بالاتر میاد بالاتر میاد به سمت 2، بعد به نقطه 3، بعدش که فرکانس رو دارید افزایش میدید دیگه نمودار دیگه اینور ادامه نداره دیگه، نقطه بعدی میفته پایین، میاد اینجا یهو، یعنی اینجا میاد عکس حالت قبله، اینجا سرعت داره زیاد میشه، همینطور داره سرعت زیاد میشه زیاد میشه، ولی دامنه نوسانات یهو افت پیدا میکنه. الان اینجا دامنه حرکت رول اینجا بود، یه باره افت پیدا میکنه میاد به نقطه 4، این میشه دامنه حرکاتمون و ادامه که میدید میرسه مثلا به نقطه 5 و الی آخر. درست شد؟ پس بنابراین اینجا دو تا حالت مختلف هستش که ما باهاش مواجه هستیم، با سیپریم های مختلف، سیپریم سه های مختلف، جهت نمودار متفاوته، رفتار نمودار هم در حالتی که فرکانس داره کم میشه با حالتی که داره فرکانس زیاد میشه، یعنی حالتی که داره سرعت کم میشه با حالتی که داره سرعت زیاد میشه، رفتارهای ما متفاوت خواهد بود. الان در اینجا شما موقعی که دارید از چپ به راست حرکت میکنید، در این نقطه 6 که میرسید یه افزایش ناگهانی ولی کم از به سر دامنه نوسانات خواهید داشت، بعد دوباره کم خواهد شد. اما حالتی که از سمت چپ دارید میرید به سمت راست، یعنی فرکانس کاهشی هستش، از نقطه 1 میاد میرسید به نقطه 3، در نقطه 3 یک باره دامنه نوسان کم میشه و میرید به سمت نقطه 5 و الی آخر. پس بنابراین الان دیگه یک درک به اصطلاح بازتر و دید بازتری از مبحث دیر خطی بودن حرکات رول داریم. یه بار دیگه برگردیم مقایسه کنیم با اون حالت خطی که مد نظرمون قبل از این باشه آشنا بود. نکنه اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم یه فرکانس برخورد داریم،
این فرکانس برخورده اگر برسه به این عدد ثابت فرکانس طبیعی که برابر با رادیکال سی پریم خواهد بود یا رادیکال سی بخش بر ای هستش، در اینجا به یک باره دامنه نوسانات زیاد میشه. وقتی شما از فرکانس طبیعی فاصله میگیرید، یعنی فرکانس برخوردتون بیشتر از فرکانس طبیعی میشه، به یک باره افت دامنه خواهید داشت و به همین ترتیب ادامه خواهد یافت. و شما چپ و راست هم نداری، یعنی شما چه از چپ برید به راست، چه از راست برید به چپ، در این نقطه شما یه افزایش دامنه خواهید داشت و بعدش هم کاهش. ولی دقت بکنیم که در حالتهایی که داریم اینجوری صحبت میکنیم، در حالتهای غیر خطی یکسان دیگه نخواهد بود، یعنی رو مسیر حرکت میکنه، مقادیر فرکانس طبیعی یکسان نیستش، رفتار نشناور و رفتار پاسخ حرکت رول ما در مسیر کاهشی یا افزایش فرکانس هم با هم دیگه متفاوت خواهد بود. خب پس یه بار دیگه برمیگردیم به معادله اصلی، میگیم فی دبل دات به علاوه بی پریم، فی دات به علاوه سی پریم یک، فی به علاوه سی پریم سه، فی به توان سه برابر است با ام صفر پریم کوسینوس امگا ای تی. خب در اینجا میگه که ما حل های این رو به صورت عددی میخوایم داشته باشیم. یکی از این حل ها میتونه حالتی باشه که شما از مقدار میرایی صرف نظر بکنید، عبارت کنید به صورت فی دبل دات به علاوه سی پریم یک، فی به علاوه سی پریم سه، فی به توان پنج برابر است با ام پریم صفر کوسینوس امگا ای مثلا ای تی باشه. خب در این حالت ما میتونیم یه همچین به اصطلاح حلی رو برای این معادله در نظر بگیریم، به این صورت که الان شما در اینجا دارید میبینید و در اینجا عبارت فی یعنی دام مقدار حرکت رول رو در مقادیر مختلف از امگای ای خواهید داشت. حالا در اینجا مقدار آ رو به چه صورت تفسیر میکنه؟ یعنی مقداری که الان شما حل این معادله کردیم مد نظره، مقدار آ یک عدد ثابتی خواهد بود که میگیم در آن آ دامنه حرکت رول می باشد که از معادلات خطی که در جلسات قبل تشریح شد به دست می آید و همچنین فرکانس برخوردن باید از این رابطه پایین حساب شد که اینجا رابطهش رو گفته و اینجا ملاحظه می کنید. ناگهان در اینجا مقدار، حال پارامتر آی که اینجا داره معرفی میکنه با پارامتر آی که الان قبل از این اینجا شما دیدید با هم دیگه چیه؟ متفاوته. اما در اینجا مقادیر فی رو میخواد حساب بکنه، میگه شما از همون روش‌های خطی، رول خطی که قبل از این خدمت شما گفتیم، مقدار آ رو دارید درسته و در تجربه برجتون هم استفاده کردید، این رو میاد در اینجا جاگذاری میکنید، مقدار سی یک و سی دو هم که از شرایط معدود و شرط مرزی که گفتم خدمتتون، مقدار سی یک و سی دو هم به دست میاد، در مثال بعدی هم میبینید و به این ترتیب شما میتونید مقدار فی رو حساب بکنید. فقط دقت کنید که در اینجا این حل این معادله رو گفته با این فرض که مقدار به اصطلاح بیپریم ما هم چی از صفر هست، مقدار میرایی که وجود داشته باشه که باید هم وجود داشته باشه، خب حل معادله دیگه خیلی مشکل خواهد بود و شما بعد از روش های ایتریشن و تکرار و روش های حل عددی بیاید معادلات رو حل بکنید. خب در اینجا یک مثالی ارائه شده که خیلی میتونه به درک موضوعی که تا اینجا گفتیم یه مقداری کمک بکنه. میگه که یک کشتی داره که یک کشتی داریم که با توناژ 12500 تن محدوده زوایای غلطشش در حالتی که به اصطلاح بازی بازگرداننده مثبت هست 0 تا 80 درجه، یعنی زاویه پایان پایداری چند درجه است؟ زاویه 80 درجه است و مقدار جی ام برابر با 5.79 هستش. میگه محاسبه کنید به اصطلاح ضرائب ممانهای بازگرداننده غیر خطی رو، یعنی مقدار سی 1 و مقدار سی 2 رو. میگیم خب طبق چیزایی که گفتیم ممان بازگرداننده به صورت جی زد در دلتا تعریف میشه که به صورت سی 1 فی برابر سی 3 فی به توان 3 بیان میشه. دو تا شرط مرزی ما گفتیم که میتونیم استفاده کنیم برای به دست آوردن مقدار سی 1 و سی 3. در حالت ابتدا در زوایای غلطش کوچیک فی بر حسب رادیان برای مقادیر کوچک از فی، میگیم که مقدار جی زد برابر است با جی ام ضرب در فی، سینوس فی میشه فی، جی زد برابر است با جی ام ضرب در فی. خب در اینجا به چه صورت خواهد شد؟ میگیم که مقدار دلتا که توناژ ما هستش، مقدار دلتا ضرب در جی ام ضرب در فی برابر است با سی 1 ضرب در فی. خب یعنی مقدار سی 1 میشه چی؟ میشه دلتا ضرب در جی ام دیگه، سی 1 برابر دلتا ضرب در جی ام، دلتا برابر با 12500 تن، مقدار جی ام برابر با 5.79 جاگذاری میکنید، مقدار سی 1 چی میشه؟ اینجا به دست میاد. از شرط مرزی اول که این باشه مقدار سی 1 به دست میاد. اما در شرط مرزی دوم میگیم در زاویه پایان پایداری، در همون ونشینگ پوینتی که در درس ریسیدی خاطرتون هستش، در زاویه 80 درجه که اینجا ذکر کرده 0 تا 80 درجه، در اینجا دوباره مقدار مومان بازگرداننده همون 0 میشد چون مقدار جیزت 0 میشد.
یعنی چی؟ یعنی این عبارت C1F به علاوه C3F به توان 3 برابر با 0 خواهد شد. چرا؟ برگردیم به اینجا ناکنید این مقدار جیزه ضرب در دلتا بود این عبارت. موقعی که شما در پایان پایداری باشید در زاویه 80 درجه جیزه 0، جیزه 0 باشه این عبارت 0 میشه. یعنی C1F به علاوه C3F به توان 3 برابر با 0 میشه این عبارت. خب اما در اینجا عبارتی که طرف نوستین بکنید میشه برابر است با منهای C1 بخش بر فی به توان 2. مقدار C1 رو از اینجا به دست آوردیم، مقدار فی رو بر حسب رادیان یعنی 80 درجه میشه 1.39 رادیان. این عبارت هم به توان 2 اینجا می نویسید، این عبارت مقدار C3 به دست میاد. درست شد؟ پس بنابراین اینجا مقدار C3 رو عبارتی براش دارید برابر با منهای C7 منهای 37124 فوت تون. خب پس بنابراین ما C1 و C3 رو به دست آوردیم. مامان بازگرداننده غیر خطی پس به چه صورت نوشته میشه؟ C1 فی به توان C3 فی به توان 3 مقدار C1 و C3 رو داریم، میگیم 72373 فی منهای 37124 فی به توان 3. اما مقادیر رو شما میتونید دیگه الان به صورت یک نمودار این رو چکار کنید؟ ترسیمش بکنید. مقدار زوایا رو دارید بر حسب رادیان اینجا دارید، مقادیر مثلا رستورینگ مومنت ها رو هم اینجا دارید و مقداری که و اگه که بخواید اینو به صورت نمودار رو ترسیم بکنید به چه عامل دیگه نیاز دارید؟ نکنید دو تا عامل، یه عامل دیگه عامل اصلی که بود مامان تحریک بود. یه مامان تحریکی رو شما باید داشته باشید به عنوان فرض و به عنوان مبنا. الان اینجا اومده گفته که میخوام برای مامان تحریک این دو تا عبارت یعنی مقدار 257000 و مقدار 500 بیاد حساب بکنید. چرا؟ عوامل کلیدی چی بود در اون نمودار که حساب میکردیم؟ گفتیم یک مقدار امپیریم صفر در نظر میگیریم و اگر شما مقدار سیپریم یک و سیپریم سر رو داشته باشید در بر حسب محور افقی اومگای ای میتونید مقادیر آ رو چکار کنید؟ ترسیم بکنید. خب مقدار سیپریم یک و سیپریم سر چجوری به دست میاد؟ اگر شما C1 و C3 رو داشته باشید یه تقسیم برای آ نیاز داره. خب اینجا تقسیم برای آ رو که داریم دیگه، مقدار مامان اینرسی هستش، هست جرم مجازی ضرب در شعاع ژیراسیون به توان 2، این عدد اینجا به دست میاد. C1 و C3 هم که دارید تقسیم برای آ میکنید، سیپریم 1 و سیپریم 3 به دست میاد در این نمودار که جاگذاری میکنید. مقدار امپریم 0 رو یه عددی دو تا عدد الان اینجا فرض کرده در نظر گرفته برای این مقادیر و امگا ای های مختلفی که خودتون تغییرش میدید مقدار آ به دست خواهد اومد. یعنی اینجا میشه مجهول ما، بقیه پارامترها همش معلوم میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این نمودار. اول این نمودار که ترسیم میکنید به این صورت خواهد شد که در اینجا محور عمودیمون مقدار آ هست، مقدار محور افقیمون مقدار امگای ای هستش، اینجا خط فرکانس طبیعی رو به شما نشون میده. نمودارهایی که ترسیم شده برای دو تا مامان تحریک امپریم صفر برابر با 257000 هستش، باز میخوام 257000 هستش و این یکی نمودار هم که هست برای ام سفیرین برابر با 500 هست. مقادیر سیپریم 1 و سیپریم 2 رو هم که داریم و نواحی که مقدار آ کوچکتر از صفر، مقدار آ بزرگتر از صفر، مقادیر به این صورت به دست می تفسیر این نمودار هم که قبل از این خدمت شما گفتیم و باهاش آشنا هستید که به چه صورت به دست میاد. میگیم باید یادآوری نمون که حرکت رول اجباری با مامان بازگرداننده غیر خطی ممکن است فرکانس هایی داشته باشد کمتر از فرکانس برخورد باشد که به نوسانات ساب هارمونیک شناخته می شود. در حرکت با مامان بازگرداننده خطی فرکانس های حرکت اجباری همیشه برابر با فرکانس های برخورد است. یعنی برخلاف اون چیزی که در ارتباط با حرکت خطی می گفتیم که به اصطلاح فرکانس حرکت اجباری همیشه برابر بود با فرکانس برخورد، اینجا این به اصطلاح حالت دیگه صادق نیستش و ممکنه فرکانس های متفاوتی داشته باشه به دلیل شکل نمودار که قبلا صحبت کردیم. نکته دیگه کسی هستش که این نکته مهم باید یادآوری شود که به دلیل شکل خاص منحنی های پاسخ رول این امکان وجود دارد که در یک فرکانس معین مقادیر مختلفی از دامنه حرکت رول رو داشته باشیم. مثلا شما یه خط عمودی اینجا ترسیم بکنید ببینید که مقادیر دامنه حرکت رول رو در دو نقطه مختلف قطع میکنه که گفتیم این بستگی به این داره که به اصطلاح ما فرکانسمون افزایشی باشه یا کاهشی باشه، یعنی از سمت چپ به راست حرکت کنیم یا از سمت راست به چپ. اما میگه پدیده غلطش، پدیده جهش غلطش، یعنی همین چیزی که اینجا خدمت شما صحبت کردیم که اینجا در این شکل نشون دادیم و توضیحش هم دادیم که به اصطلاح به چه صورت خواهد بود و به خصوص در اینجا که شما دیدید حالا در حالتی که سیپریم سم کوچیک‌تر از صفر میشه چه حالت دیگه اتفاق میفته، شما در این حالت یک جهش غلطش خواهید داشت. این حالت رو بهش میگن لرچینگ
و میگیم که از اونجا که این پدیده در فرکانس‌های مختلف ممکن است اتفاق بیفتد، لذا طراحان کشتی باید اطمینان حاصل کند، طراح کشتی باید اطمینان حاصل کند که در بیشترین مقادیر حدی ممکن از زاویه رول کشتی غرق نخواهد شد و صدمه هم نخواهد دید، که این محدوده حدی هستش که باید مد نظر شما قرار بگیره. خب این بحث حرکت رول غیر خطی رو انشالله یه جلسه دیگه روش صحبت خواهیم کرد. در انتهای این جلسه تصاویری هست از فرایند ساخت کشتی کانتینربر 2200 EU که یک کشتی کانتینربری هستش که تقریبا بعد از کشتی نفتکش افراماکسی که خدمت شما نشون دادم، اینها دو فرایند به سر دومین فرایند از کشتی های بزرگی هستش که در ایران ساخته شده. از این کشتی سه فرایند در مجموع ساخته شد که شما مراحلی از ساخت این رو در اینجا دارید میبینید. واقعا ساخت یه همچین مصنوعات عظیم بزرگی بسیار باعث افتخار هست برای کشور. کلا کشتی ها بزرگترین مصنوعات متحرک ساخته دست بشر هستند و در تاریخ ایران هم این شناورها و علاوه این شناور افراماکسی که جلسه قبل خدمتون گفتم بزرگترین کشتی هایی هستند که در تاریخ ایران ساخته شدن و این واقعا یک افتخار هست و ارمغان آورنده غرور برای کشوری هست، کشوری که بتونه کشتی هایی رو بسازه که ابعادش به اندازه یک شهر میتونه باشه، این واقعا نشان از توان مهندسی اون کشور داره و قابل افتخار هست. که متاسفانه در کشور ما اونطوری که باید و شاید به صنعت کشتی سازی بها داده نمیشه. واقعا صنعت کشتی سازی میتونه مناطق ساحلی ایران رو متحول بکنه، جمعیت رو متمرکز کنه در مناطق ساحلی که خالی از سکنه هستن. در اون شرایط شما میتونید اگر که این صنعت بها داده بشه اشتغال موثر ایجاد بکنید. واقعا همینطوری که قبلا هم شما گفتم خیلی از صنایع دیگه اصلا توجیه اقتصادی نداره که در مناطق جنوبی مستقر بشه. مثلا یک کارخونه سیمان رو و در جای مثلا باشه که خب معدن سیمان هست، یا مثلا کارخونه خودروسازی مثلا سایپا ایران خودرو نمیصرفه که یه شعبه از اون رو ببرن مثلا در چابهار یا در بندرعباس یا در بوشهر، چون هزینه جابجایی بسیار زیاد خواهد بود. ولی صنعت بومی این مناطق همین صنعت کشتی سازی هست. این کشتی ایران عراق و این کشتی ایران شهر کرد دو تا از کشتی هستن که در ایران ساخته شدن و این واقعا باعث افتخاره که ما قابلیت و توانمندی ساخت این چنین کشتی هایی رو داریم. ادامه کارش دیگه وابسته است به اینکه آیا سیاستمداران واقعا میخوان که کشوری مثل ایران که 3000 کیلومتر مرز آبی داره کشتی ساز بشه و به سمت صنایع دریایی بره یا خیر. و شما میبینید که اگر که هم صنعتی باشه، حالا شاید فقط بحث سوددهی اقتصادی این نیست، شما نگاه بکنید در شهرهایی که به اصطلاح بحث اشتغال مشکل داره به همین نسبت جرم و جنایت بیشتره، دزدی بیشتره و مشکلات اجتماعی در این شهرها بیشتر هست. و در واقع اگر ما یک صنایعی مثل صنایع کشتی سازی رو رونق بدیم اشتغال مضاعف ایجاد میکنیم. یکی از علتهای بزرگی که علتهای اصلی که کشورهای مختلف دنیا به صنعت کشتی سازی به صورت ویژه نگاه میکنن همین اشتغال زا بودنش هست. اشتغال زا بودنش هم به خاطر این هستش که این صنعت اصلا صنعت دستی هست، یعنی شما یک کشتی رو که میخواد بسازید برخلاف مثلا خودروسازی خیلی قابل اتوماسیون نیستش، چون هر کشتی ابعاد خاص خودش رو داره، استراکچر بزرگی داره و اینها رو قابلیت این که همش رو بخوان به اصطلاح به صورت اتوماسیون بسازن وجود نداره. پس بنابراین با توجه به اینکه صنعت کشتی سازی با توجه به صنایع دیگه دستی تر هست، در واقع نیروی کار نقش پررنگتری توش داره و به همین نسبت اشتغال بسیار بالایی ایجاد میکنه. به همین دلیل هستش که شما کشوری مثل چین رو نگاه میکنید میبینید که هجوم سنگینی آورده به این رشته و الان یه چیزی هولوحش 40% از کشتی های کل دنیا رو میسازه و این رقم بسیار بالاییه. البته همینطوری هم که میدونید تا الان 90% بالای 90% کشتی های دنیا در سه تا کشور به اصطلاح چین، کره، یعنی ابتدا کره بعد چین و بعد عرض به خدمت شما که ژاپن ساخته میشه و اینها نشون میده که واقعا چقدر با اینکه اینا کشور پیشرفته ای هستن ولی به صنعت کشتی سازی اینقدر اهمیت میدن. خوشبختانه صنعت کشتی سازی یه صنعت لو تکنولوژی هست، یعنی فرض کنید اگه صنایع هوایی رو، صنایع هواپیمایی رو ما های تکنولوژی بگیریم، خب بعضی از کشورهای خاص فقط میتونن واردش بشن و با توجه به خطراتی که داره، خب اگه ما مثلا فرض کنیم وارد صنعت ساخت هواپیما بشیم کسی حاضر نیست سوار بشه، چون بحث ایمنیش بسیار بسیار جدی هستش، تکنولوژی ساختش و تجهیزاتش های تک هست کلا. ولی خوشبختانه صنعت کشتی سازی اینطوری نیستش، این یه مزیته
یعنی یک کشوری مثل ایران هم میتونه در این صنعت وارد بشه و اتفاقا نقش موثری هم داشته باشه. مثل یعنی کشوری مثل فیلیپین الان که در سال 95 هستیم 3% کل کشتی های دنیا رو میسازه. کشوری مثل فیلیپین از نظر صنعت تکنولوژی کشور عقبی هست و پیشرفته ای نیستش، متو جوین شده با یه سری کشورهای دیگه مثل کره و الان 3% از کل کشتی های دنیا رو میسازه. این که این صنعت لوتک هست کمک میکنه به اینکه اتفاقا ما بتونیم این صنعت کشتی سازی رو و کلا صنایع دریایی رو در مناطق ساحلی خودمون هم رشد بدیم و از مزایاش در این مناطق استفاده بکنیم. امیدوارم که یک روزی نگاه متوجه این صنعت بشه و از این وضعیت یک روزی در بیاد. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.